زمپ رو اجرا میکنیم و استارت مرورگرمون رو باز میکنیم و اولین کاری که میکنیم لوکال هست پوشه همید رو میزنم و خب تا اینجا ما اومدیم تمام صفحه رو سفید کردیم رنگار رو به المنتورمون رو دادیم فانت هم به المنتور دادیم از اینجا کارمون دیگه حرفی شروع میشه از اینجا دیگه کارمون یکم متفاوت میشه داریم وارد بخش اصلی طراحی میشیم اولین کاری می که کنیم میریم روی ویرایش با دمنتور کلیک راست میکنم اوپن نیو میزنم که یه تب جدید باز شه تو این جلسه میخوام در مورد ساخت هدر صحبت کنم میخوام یه سری هدرها درست کنیم برای که هدر درست بکنیم من چند تا نمونه آوردم مثلا سایت دیجی کالا اومده این قسمت رو مربوط به جستجو گذاشته لوگو و سایت اسم سایتش رو اینجا گذاشته منوی سایتش رو اینجا یه دو دونه دکمه گذاشته یه دونه دکمه بدون متن اینجا گذاشته که سبد خریده حالا اینجا هم لوکیشن شهرش رو میتونه مشخص کنه علاوه بر اون میتونه اون بالا علاوه بر اون بالا هم بالای هدرمون در اسفاله اون نویگیشنمون اومده یه دونه بنر برای تبلیغاتی یا یه چیزی که مثلا نکته وار هست هم گذاشته یه دونه دیگه باز کنیم این دوباره اومده تقریبا همچین کاری انجام داده با این تفاوت که اینجا شمار تلفن و پشتیبان آنلاین هم گذاشته و دو تا سه تا دکمه هم اینجا گذاشته حالا هر کس و هر طریق میتونه بسته به نیازش تعریف کنه این با تفاوتش با این نگاه کنید این بغل این خالیه بغل این خالیه یعنی تمام صفحه رو نگرفته ولی این یکی اومده هدرش رو از اول صفحه تا آخر صفحه در نظر بگیرید گذاشته برای جستجوش اومده به این صورت طراحی کرده یه دونه عکس اینجا هست و یه دونه لوگو اینجا و منو هم این پایین این هم که حالا بهش میرسیم این تا اینجا در نظر داشته باشید من برمیگردم میام توی مرورگر میام المنتور نکته ای که الان وجود داره اینه که برای که ما شروع کنیم طراحی انجام دادن دو تا کار باید انجام بدیم یه دونه فوایکن میخوام یه دونه لوگو سایت میخوام فوایکنی که بهتون گفتم این بالا این عکس کره که وجود داره در از اون فوایکن است و لوگو هم که ما حالا در نظر بگیریم مثل این وبسایت این مثلا لوگوش هست برای این کارم حالا شما چیکار میکنید من فوتوشاپ رو میارم بالا فایل میزنم نیو میزنم در نظر بگیرید بر اول مثلا 250 در 250 یه دونه صفحه درست میکنم توی فوتوشاپ هر نیست شما فوتوشاپ رو حرفه یاد بگیرید صرفا جهت حالا کارمون که میخوایم انجام بدیم چیکار میکنم حالا من اومدم یه دونه مثلا این حالا فرض بگیرید این لوگو سایت شما هست من اینو میندازم اینجا یه دونه اینتر میزنم به اضافه اینکه از این هم یکم میکشمش تا آخر این بک‌گراند دا یه دونه لایه درست میکنم دابل کلیک روی میکنم چیز خاصی نیست بچا اصلا نترسید هیچ چیز خاصی توی این نیست حالا فرض کنید شما میدید به گرافیستتون انجام میده یا اینکه فتوشاپ توی یک تایم نیم ساعته در حد نیازی که داریم در موردش توضیح میدیم اینو حتما من یادداشت میکنم فتوشاپ به اندازه نیازی که لازم هست من حالا یه توضیحاتی در موردش بدم به هر حال من لوگومو میارم اینجا اسم حالا عنوان سایت ها میارم اینجا میگم که همینا با رنگ قرمز خودش باشه و بنویسه فروشگاه حالا ما هر عنوانی میتونه داشته باشه فروشگاه پوشاک ایکس این رو من بزرگتر میکنم این هم مثلا میگم بولج سیکم کچیتر و عالی این هم بیارم اینش یه ای همچین چیزی رو درست میکنم زخیرش میکنم برای ذخیره کردن این رو در نظر بگیرید سی فور ویب داخل فوتوشاپ که بزنید میاد کمپرسش میکنه فشورت سازی میکنه مناسب به پی این جی میخوام باشه یعنی شفاف باشه در از و این هم رزولوشنش مثلا میانمش روی برای لوگو آلمان دیویست و فعلا در نظر میگیریم سیوت میزنم عدد حساب رو صفحه اول اینو میزنم لوگو به فارسی لوگو یه بار دیگه سیف فور میزنم در از کنترل آلت شیفت اس که بزنید همین سی فور وب میاد در از اینجا هم توضیحاتش نوشته این با سیف کردن تفاوتش اینه که شما اه میتونید هم حجم پایین تری در نظر بگیرید برای اون لوگوتون همون هم که کمپرس میشه و توی لود وب خیلی سرعتش بهتره این هم من یه دونه پی ازش میگیرم و این دفعه چون فوایو کنم اصلا میگم 45 در 45 چون میخوام خیلی تر باشه 40 در 40 سیو این هم میانمش اینجا اسمش میذارم فاو همون فوایو کنی که در نظر داریم الان حساب دیگه با این ندارم و دیگه هم دیگه نمیخوام ذخیره بشه این تا اینجا اینا بیانمش پایین بعدها ازش استفاده خواهیم کرد خب برای اینکه ما لوگومون رو و فوایکونمون رو بزنیم روی این منو همبرگری کلیک میکنیم میزنم تنظیمات سایت اینجا میگردیم دنبال هویت سایت رو هویت سایت که زنی نمیشه لوگو سایت رو انتخاب کنیم تصویر رو انتخاب میکنم بارگذاری پرونده گزینش پرونده ها میام رو صفحه دسکتاپ این لوگومون بود لوگو رو دابل کلیک میکنم و درج میزنم اینجا آیکون سایت نمیشه یعنی همون فوایکون دوباره گزار... بارگذاری پرونده ها گزینش پرونده ها اینم فوایکونمو میزنم درج میزنم و در نهایت به روزستانی کلیک میکنم خب الان وبسایت رو ریفرش میکنم این فوایکنش اومد الان چیزی توی سایت نیست که لوگومون رو نمایش بده ولی مشخصه که روی خالب نشسته لوگو و فوایکن این تا اینجا حالا کاری که دیگه باید انجام بدیم دوباره میرم توی قسمت مدیریت وردپرس هم میتونم اینجا بزنم اسم سایت WP Admin اینو دو سه بار همینجور تکرار میکنیم که تو ذهنمون بمونه میام وارد وردپرس کشم الان میخوام هدر درست کنم یعنی یه همچین چیزی یا یه همچین چیزی یا یه, یه همچین چیزی این حالا سه مدل که آوردم گفتن داشته باشیمش رو دیجی کالا در نظر میگیرم یا مثلا این باز این باز شکل تره فرقی نمیکنه این یه دونه لوگو در یه دونه پاس خواهی میکنم هدر در نظر بگیریم ما میخوایم حالا یه نکته که وجود داره من اینو کلیک راست میکنم میگم که اوپن با پوتوشا میخوام یه چیزی رو نشون که بدم نگاه کنید اینو اول من کشکتر کنم تا این بزرگتر باشه خب در نظر بگیریم این الان هدر شماست هدر شما از اول صفحه تا آخر صفحه که در نظر بگیرید شامل دو بخش تا اینجا شده یه بخشش این بالاست درسته؟ یه بخشش اینه اون رو کشکتر کنم که ازیاد نشم یه بخشش هم اینه درست یعنی دو تا ردیفه این تا اینجا نکته ای که وجود داره توی ردیف شماره یک یعنی این ردیفه اومده این قسمت یه دونه این قسمت هم یه دونه این قسمت هم تا اینجا باز یه دونه یه دونه هم اینجا گذاشته حال نگاه کنید تو ردیف شماره یک ردیف شماره, ی... شماره یک یک ستون، دو ستون، سه ستون، چهار ستون تو ردیف شماره یک اومده حالا من یه دونه دیگه باز میکنم مثلا این دیجی کالا این یکی چیکار کرده؟ اومده یه ردیف اینجا گذاشته یه ردیف دیگه اینجا گذاشته یه ردیف هم پایین یعنی سه تا ردیف گذاشته حالا توی اولی که یه دونه یک دونه ستون وجود داره یعنی از اولش تا آخرش هست توی ردیف دوم این یه ستون این قسمت که من حالا یه دونه خط بندازم یه دونه هم اینجا گذاشته که این سرچ هست در از یه دونه هم اینجا گذاشته تا اینجا شو که این یک یک دو سه تا ستون توی این ردیفه وجود داره حالا توی خط پایین ببخشی توی ردیف سوم یه دونه منو گذاشته حالا من اینا رو من برش دارم که بهتر متوجهش بشید یه دونه منو گذاشته تا اینجا یه دونه هم دستبندی شهر اومده اینجا گذاشته یعنی ردیف سوم دو تا ستون داره این تا اینجا صرفا جهت یه درک اولیه از ساختار ردیف و ستون که توی هر کنو از صفحات هست داشته باشیم برمیگردم توی سایت خب برای اینکه الان ما میخوایم هدر درست کنیم برای اینکه هدر درست بکنیم قالب من روی قالب ها کلیک میکنم روی افزودن جدید کلیک میکنیم اینجا از شما میگه که نوع خالبی که میخواید انتخاب کنید چیه مشخص کنید که میخواید درست بکنید چی هست من اینجا میذارم روی هدر میگه که یه اسم هم براش در نظر بگیرید مثلا من میذارم من میذارم هدر مثلا اصلی اسمش رو گذاشتم هدر اصلی چند لحظه سب میکنم یه سری نمونه ها برامون آورده و این مربوط به نسخه پولی هست و یه داستانهی داره ما کن خودمون بسازیم و کاری که انجام میدیم من این رو قطع میکنم خب این هدر اصلی برای ما که آورد الان میگه هدرمون چجوری باشه من روی این به اضافی کلیک میکنم میخوام یه دونه هدر درست کنم درست؟ مثلا این این یک این دو اینم سه میتونم چهارش هم اینم در نظر بگیرم ولی میتونم توی هر کدوم از این ردیف ها خودم دوباره اضافه کنم در صورتی نیست. میخوام الان این هدر رو درست کنم پس چیکار میکنم چهار تایی رو انتخاب میکنم این چهار که انتخاب شد نگاه کنید چهار به اضافه داره با این میشه کوچیک و بزرگش کرد یعنی فضای بیشتری بهش اختصاص داد درسته حالا برمیگردم تو عکس اولیش چیه لوگو من میام روی اولی به اضافه کلیک میکنم اینجا میگردم نوشته لوگو لوگو سایت رو می میکنم اینجا رهاش میکنم دیگه کاری ندارم میام سراغ چقد زیبا شد باری کلا اصلا به خودمون میام اینجا گفته جستجو اینجا دوباره رو این کلیک میکنم میگم که جستجو رو برام پیدا کن فرض بگیرید ما نمیدونیم کجاست فرض بگیرید اینجا من پیداش نمیکنم شما میتونید اینجا جستجو کنید یا فارسی یا انگلیسی می نیسی براتون میاره من فارسی رو میخواستم تست کنم نه ورد ولی همون سرچ رو انگلیسی رو که بزنید میاد من سرچ رو از اینجا بغلش میکنم میندازمش اینجا جستجو هم آورد حالا در مورد رنگ ها همش در موردش خواهیم صحبت کرد برمیگردم میام اینجا تقریبا فضای بیشتری گرفته حالا نمیخوام در یک خودش بشه ولی فضای بیشتری گرفته این یکم بیارمش اینجا اینم بیارمش اینجا الان چی کار کنم یه دونه دکمه هست اینجا علال حساب روی این به اضافه کلیک میکنم این دکمه سواد خریده بعد تغییرش خواهم داد من اینجا دکمه رو میذارم حال به همین صورت باشه با همین شلختگی و یه دونه آیکون اینجا هست که اینم دکمه است در اصل ولی متن نداره این دو تا هم درست میکنم اینم می یه دونه دکمه میذارمش اینجا حالا در نظر بگیریم ما می‌خوایم این یکم فضاش بزرگتر بشه این تمام صفحه بشه مثل این تا اینجا چسبیده می‌بینید ولی این یکی یه دو تا فضا این بغل و بغلش خالیه برمیگردم اینجا یکی یکی در مورد همش صحبت میکنم اینو کنید من اگه بیام روی هر کدوم از اینا یه دونه آیکون اینجا هست روی این کلیک بکنم تو مشخصات همین ردیف و ستونه رو میاره اوکی یه دونه دیگه هست من اگه روی این کلیک کنم این مشخصات کل این ردیف رو میاره اینو در نظر بگیرید که خواستین تغییراتی ایجاد کنید روی کل از اینجا اگر روی هر کدوم از ستون ها جداگونه خواستید باید روی این کلیک کنید اگر روی هر کدوم از المان ها که یک امکان هست امکانات محسوب میشه روی این وارد کلیک کنید پس این آیکان ها هم در نظر بگیرید کم کم باش بازی که می کنید صفر رو متوجه میشید حالا من روی این کلیک میکنم که مشخصات کلی این ردیف بیاد عرض محتوا تمام که بزنید از اول این تا آخر این در نظر بگیرید میگیره مثل تقریبا مشابه این مورد که از اول تا آخر هست اگر بیاید اینجا دوباره رو من رو این کلیک کنم و اینجا قسمت ارزه محتوا از تروندی بزنم جعبه می میاد من اینو بیشتر میپسندم نکته که دیگه وجود داره که بخوام بگم فرض بگیرید من میخوام رو این کلیک میکنم که بیاد این تنظیمات اینجا قسمت استایل اگر بزنم از قسمت استایل مثلا میگه پس زمینه پس زمینه، نو پس زمینه شما به صورت گرادینت باشه یا یک تک رنگ باشه گرادیان که یک طیف رنگی از یه جا تا یه جای دیگه مثلا تو فتوشاپ در نظر بگیرید این طیف رنگی از قرمز پررنگ پررنگ رفته تا سفید سفید این بهشون میگن گرادیان ولی تک رنگ یعنی فقط مثلا این قرمز اینجا سی این سبز کلاغازی که مثلا اینجا هست حالا من چیکار میکنم یا اه... مثلا بک نو پس همین روی کلیک میکنم رنگ رو انتخاب میکنم میگم قرمز باشه میبینید بک پشتش قرمز شد یا میگم توسی روشن باشه یا توسی تیره باشه دیگه باید مابقی با اونا رو دستکاری کرد که اون شکلی که میخواین منو قرار بگیره رو براش مشخص کنید من همه اینو مثلا این, مثل این نمیخوام اینو پاک میکنم و چیز خاصی نمیخوام میخوام هم همون حالت شفاف سفید خودش باشه خب این تا اینجا یه نکته دیگه که وجود داره تو این آموزش بخوام در مورد هدر بهتون بگم اگر من روی این کلیک بکنم یه نوشته عرض ستون خب ما یه صفحه رو در نظر بگیریم از اول این تا این صد درصد در نظر بگیریم میخوایم قسمتی که مربوط به منو هست تقریبا 20 درصد از کل صفحه تون اختصاص پیدا کنه به این لوگو من اینجا میزنم 20 درصد هست در نظر بگیریم 20 درصد شد فاصله از اینجا تا اینجا برای این لوگو اختصاص گرفت میام روی این کلیک میکنم اینجا میزنم 45 درصدش این باشه یا 20 درصدش این باشه یا 50 درصدش این باشه این شد 20 تا درسته ببخشید روی این با کلیک کنم 20 رو این کلیک میکنم 50 این 70 تا 30 تا هم داریم این میشه مثلا 30 تا داریم 20 رو به این میدم 10 تا هم به اون میدم الان شد 10 20 50 با 20 انگار شد 100 درصد کل صف هدرمون از اینجا تا اینجا در نظر گرفت حالا اگر می اومدین روی این کلیک می کردیم و عرض تقیید قسمت تربندی و عرض محتوامون رو به تمام عرض می کردیم این باز 20 درصده ولی از اینجا دیگه شروع شده خب این تا اینجا حالا من میزنم رو همون جعبه دیفالت قدومون باشه تا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه چی داریم بریم اول اینجا اینجا کنید این قسمت سرچه بالاست یعنی چی؟ یعنی که اگر مثلا من اینو در نظر بگیرم یه دونه مثلا دید این لوگوه دقیقا وسط چین هست هم, هم از بالا افقی هم از عمودی وسط قرار گرفته و سرچه هم همینجور الان این چی؟ این قسمت باکس سرچه بالاتره و این قسمت لوگو وسط چینه من میخوام همه اینها توی ارتفاع و یعنی ترازبندیشون در از توی ردیف باشه میام روی این کلیک میکنم رو خود کل این ردیفه در از میشه قسمت ارتفاع رو میزنم نه میزنم تر... تراز عمودی رو میزنم وسط همشون شون آورد توی خط دقت کرده باشه که همه بالا باشه یا پایین باشه حالا هر کدوم که دوست داشتی من میزنم وسط همه توی ردیف باشه اینم از این حالا قسمت لو کاری ندارم قسمت سرچ رو این کلیک میکنم میخوام این رنگش رو عوض کنم اصلا کلا تنظیماتش رو ببینم رو این کلیک میکنم گفته که چند تا اسکین داده ظاهر داده مینیمال باشه یعنی به این صورت باشه یا کلاسیک باشه یا فول اسکرین باشه یعنی اگه روش کلیک کردم اصلا فول اسکرین اینجوری به پرابالا یا کلاسیک باشه که من کلاسیکو بیشتر میپسندم و گفتم این مقداری هولر نگه این مقداری که اینجا هست چی باشه من اینجا میزنم مثلا محصول ببخشید محصول مورد نظر را جستجو تجو کنیم این از محصول مورد نظر جستجو کنید تو قسمت هولرش یعنی من روی کلیک کنم اینجا یه چیز تایپ کنم اون از بین میره نگه است این تا اینجا قسمت تایپ آیکونش هست که میگه به صورت تکس سرچ باشه که اگه دوست داشتین اینجا مثلا میزنیم جست تو جو یا مثلا میتونید همون آیکون قرارش بدید که این باز قشنگ تر این تا اینجا هنوز روی این کلیک کردم که این اومده ها من اینجا میزنم روی استایل این دفعه تایپوگرافی تایپوگرافی که دیگه آی... متن نوشتمون که دیگه مشخص شد با فونتی که از قبل درش کردیم ولی شما میتونید روی تایپوگرافی کلیک کنید ببخشید روی مداد یعنی ویرایشه کلیک کنید و اینجا فونت ایران سنس یا هر کدوم که هست رو بزنید که اون شکل بگیره این فونتش انجمنه اگر خواستید بدونید اینجا فونتی این فونت انجمن ولی این یکی فونت ایران سنس هست دیگه دیفالت چون اونجا تعریف کردیم اینجا ایران سنس رو آورده برامون حالا گفته متن تکسی که توی این قرار میگیره چه رنگی باشه این متن این رنگی داره می‌نویسه حالا هر رنگی دوست داشتی چون می‌تونید بزنگش من کاتر رو میزنم که برگرده اگر هم برنگش خودم دوباره برمیگردم رو همون حالت که به نظرم مناسب هست بگیرون کالر رنگی پس سمینی. این میخواد چه رنگی باشه که الان من دست به اینش کنم از اینها نمیزنم بوردر رادیوس این رادیوس border میاد بغلا رو کرف میکنه من اگه یکم دیگه زوم کنم نگاه بغلش اینجا شاید مشخص نشه روی این دکمه باز مشخصه صاف فلت خشک نیست سه تا اومده داده من اینو اضاف میکنم نگاه کنید بغل این و همچنین بغل این اومده چیکار کرده ردیوس داده کروش کرده این همچنین حالا معنی میده هر کدوم دوست داشتین به هر میزانی که دوست داشتین میزنید سه حالا مثلا من برمیگردم اینو بخوام این عکس اینم این اومده مثلا بغلش رو چیکار کرده اومده یکم ردیوس داده کرف کرده این ردیوس حالا مثلا من, من سه تا یا پنج تا تقریبا مناسب هست حالا برم میام اینجا این دکمه که اینجا وجود داره این آخر است این تحت است میام چیکار میکنم میام اینو کلیک میکنم اینو چپچینش میکنم میاد چپ متن توی این ای میخواستیم این رنگش رو عوض کنیم تو بخش این کلیک میکنم استایل که زدم اینجا یه اینپوت داره نگاه کنید یه اینپوت داره این اینپوت منظورش اینجاست این تکست باکس است این جایی که یه چیزی رو وارد میکنید ورودی هست اینج چه باتون دکمه است ای این کلیک که میکنم میگه رنگش چه رنگی باشه حالا من چون میخوام کلا رو بیس قرمز برم جلو اینو رو میبرم روی قرمز این رنگشی که هم خوشم نمیاد این خیلی رنگ قرمز قشنگ تری هست ولی اوکی این تا اینجا حالا میام روی کلیک می کنم اینجا دکمش بی رنگی من روی کلیک میکنم اسم اینو چی بذارم اسم اینو میذارم ورود یا ثبت نام این ورود یه ثبت نامی که زدم اینم یکم میارم نشو یه 100 درصد بزرگش کرده بودم خب این استایله دیگه بر میگن به اینکه خودمون دوست داریم چه جوری طراحیش بکنیم اول که اگه دوست داشته باشین میتونید آیکون براش بذارید یعنی اگه بخواید مثلا این دکمه یا ای آیکون داشته باشه این قسمت آیکونه هست روی این کلیک میکنم هر آیکونی که دوست داشتید اینجا سرچش میزنید مثلا من میزنم شاپ ببینم چیز میاد شاپ مثلا این لوگو مثلا دوست دارم یعنی یکی دوست دارم حالا چون اینجا ورود و خروج هست مثلا رجستر رج اگر بزنیم که نه بزنیم یوزر مثلا این آیکانه فکر کنم مناسب باشه یا این یا این یا این هر کدوم که خودتون میدونید مناسب هست کلیک کنید درج بزنید من اینو میزنم اینجا و محل قرارگیری خلار... یا آیکون هم میتونه قبلش باشه یا بعدش باشه هر جور دستتون میزنید من اینجا نگاه کنم این آورده آیکونش اینجا گذاشته دیگه میام توی قسمت استایل اگر دقت کنید با این کلیک کنید بزنید استایل استایل که زدید من میرم شروع میکنم به رنگ حالا نکته ای که وجود داره این یه رنگ به بگراند یه رنگ هم این خط است این خطه بهش میگن بوردر یعنی اگه خواستیم یه جایی دیدیم بوردر بوردر اون حاشی دور اون المان است خب حالا مثلا این اینپوتی که اینجا هست در از اون ورودی سرچی که اینجا وجود داره این دورش بردری ای نیست ولی این بکگراندش اومده سفید کرده ولی بردر بهش داره بردر هم یه سایز خیلی کمی داده حالا بس ببینیم میتونیم انجامش بدیم یا نه یعنی. روی کلیک میکنم یا قسمت استایل قسمت استایل که اومدم این که تایپوگرافی که اصلا در مورد متنش میتونید سایزش هم کم و زیاد بکنید مثلا من این الان کوچیک کوچیکه هر چقدر دوست داشتید میتونید بزنید مثلا همین قدر دوازده خوب هست و کاری دیگه به ارتفاع خط اگر چند خطی باشه با این کم و زیاد میشه فاصله بین حروف برای کلمات انگلیسی خیلی مناسب هست فاصله یک کلمه هر کلمه چقدر با هم دیگه فاصله داشته باشه این دیگه برمیگرده به خودتون خب سایه من که من نمیخوام بهش بدم هاور کردن هاور یعنی چی هاور یعنی که مثلا موز که میره روش چه رنگی بشه الان مثلا من در الان هاوره رو من کنی ندارم بذارید اول پس زمینه رنگش عوض کنی بعدش میرین سراغ هابه تو حالت عادی هستی تو حالت عادی گفته رنگ مات چی باشه من میام اینجا اینجا مشکی من میام چیکار میکنم رنگ مات کلیک میکنم رنگش میکنم مشکی تا اینجا کی اوکی از اینجا پریدوش کلیک میکنه قسمت استایل میام رنگ حالا این رنگ این دفعه میزنم سفید ولی دور نداره که مثل این مشخص باشه دورش روش کلیک میکنم که بیام خب چی کار میکنم نوشته نو کادر دور هیچ یک پارچه دوبل نقطه ای خط فاصل دار شیار دار این نو هایی هست که مثلا میتونه دور چینیش کنه من یک پارچه میزنم یک پارچه که زدم یک کادر اینجا اومد نگاه کنید این هیچه نداره ولی وقتی یک پارچه میزنم میارتش خب اه این حاشیه گفته که ارزش چقدر باشه من یکی میزنم روی همش اومد روی یک انجام داد میگه رنگش چه رنگی باشه این دفعه میزنم توسی کم رنگ خب حالا نگاه کنید تقریبا شد این تقریبا شد مشابهش که ما میخواستیم خب اینم از این دکمه و حالا دکمه بعدی چی دکمه بعدی روش کلیک میکنم آها برمیگردم دوباره اینجا یه چیز دیگه هم کردم قسمت هاور مثلا وقتی رفتم روش قرمز هاور یعنی وقتی قرار میگیره موس روی اون چه اتفاقی بیفته من اینجا تو حالت عادی بود حالا میزنم هاور این دفعه میگم رنگ من همون باشه فعلا نوع پس زمینه گرادینت باشه یا تک رنگ باشه نوع نمایش کلاسیک میزنم تو همین حالت هست رنگ رنگرم انتخاب میکنم میگم برو این رنگی شو وقتی موس رفت روش نگاش کنید خب حالا متن که توی اون قرار دارم میخوام سفید شه خب روی این کلیک میکنم قسمت هاور رو انتخاب میکنم این رنگ بود رنگ آشی هم میتونی تغییر بدید رنگ مت چی وقتی هاور میشه سفید شه الان قشنگ تر میشه میبینی ماس بره روش اینجوری حالا ورود قرمز نخورد روش بذارید یه رنگ دیگه بزنم بزنم آوی قسمت هاور رو گرفتم اینجا رگی آبی رو انتخاب می کنم یه آبی خوشگل روش پیدا کنم خب خیلی آبی دوست داشتنی نیست قشنگ ترش این به این صورت این یکی چیکار کنم خب این یکی اصلا میخوام اول از همه متن داخلش رو پاک کنم هیچ مت نشه تا اینجاش رو میخواام یه دونه آیکون باشه روش کلیک می یه از عکس هم, هم بیارم نمی چیکار کردم اون ع سبد خرید شاپه من میزنم همون شاپ رو کلیک میکنم روی هر کدوم از امکانی که دوست داشتم این آورد دوباره میام اینجا ببینم چکار کرده آره اومده سفیدش کرده پس همین کار رو یه بار دیگه انجام میدم میام چکار میکنم اول که میگم وسط چین شو یا بیاد این سمت هر کدوم که خودتون میدونید وسط چین شه اندازه بسیار کوچک داره حالا هر کدوم که مناسب دونستین بزنید من میذارم بسیار کوچک قبل و بعد که دیگه نداره فاصله ستونم نداره از اینجا دیگه کاری ندارم میام تو استایل تو استایل که اومدنم قسمت حالت عادی رنگ پس زمینش کلیک میکنم و اینو میکنم سفید ببخشید حرکت موثر رفت اوکی این سفید شد اینجا کلیک میکنم حالا رنگ آیکونه میخوام تغییر بکنه یا رنگ متن رو این کلیک میکنم و این رو میکنمش مشکی حالا میخوام وقتی روش رفت یه اتفاقی بیفته میام این دفعه روی هاور رو هاور که رفتم رنگ متن در از این آیکون رنگ متنه وقتی روش رفت چه رنگی بشه من روی کلیک میکنم یه تقریبا همون آبی که حالا دیگه با هم دیگه به توافق رسیدیم رنگ آبی بشه میرم اینجا میبینید رنگش میرم روش آبی میشه خیلی کوچیکه دوباره برم گرم یه محتوا این پشیمون شده اینو میارم روی کوچک این قشنگ‌تر ردیف اول ما تحرکیم ردیف دومم میخوام داشته باشه چی کار میکنم؟ اینجا دوباره یه بار به اضافه رو میزنم این دفعه برمیگردم میام اینجا گفتم یه دونه منو اینجا هست یه دونه دکمه یه دونه آلا لوکیشن هر که میدونم اینجا هست چی کار میکنم این دو ستونش میکنم دو ستونه میزنم مقدار ستونه این دفعه این طرفش کوچیک باشه این طرفش بیشتر باشه میتونم روی این کلیک بکنم از اینجا مثلا بزنم 80 تا این باشه روی این کلیک کنم 20 تا این بر باشه خب میگم اینجا رو به اضافه میزنم چی قرار بگیره منو قرار بگیره منو رو اینجا میندازم منو اینجا ظاهر میشه اگر نشوند بعد وقتی شما اتشار رو میزنید نشون داده میشه رو این یکی کلیک میکنم اینجا هم میتونه چی باشه یه دونه علل حساب مات میزنیم یا دستبندی ها میزنیم که بعدا روی رو این کلیک میکنم اینجا قسمت داره میتونم یه دونه دکمه بیارم علال حساب رو این کلیک کنم بگم دکمه تمام صفحه یعنی به اندازه جایی که داره اگه 20 درصد 20 درصد اگه 100 درصد 100 درصد بیارتش اینجا و علال حساب اینجا بزنم مثلا دسته ها کاری به شعر ها فعلا نداشته باشیم خب این همچی چیز اینجا باشه تا بعد تراحیشون کنیم کامل تر ولی مثل خودش میخوام متن چیز خاصی نداشته باشه ببخشید بکگراند نداشته باشه میرم قسمت استایل از قسمت استایل رنگو کلیک میکنم اینو میزنم قسمت بکگراندش این رنگی باشه رنگی مت نشه مشکی تقریبا از قسمت دستا اینجا باشه اینم تا اینجا هدری که تا الان ساختیم من انتشار رو میزنم انتشار که میزنم این صفحه که میاد کلیک میکنم روی این دکمه قسمت این کلودش روی سایت باشه و در آخر سیف میزنم چند لحظه سب میکنم تکمیل بشه اوکی که شد حالا برمیگردم توی فروشگاه اینجا یه بار ریفرش میکنم میبینیم که برامون منو رو آورد توی صفحه بسیار زیبا شخص یه نکته که وجود داره این الان قشنگ نیست دوباره برمیگردم میام توی قسمت همین ویرایش هدرمون این منو رو کلیک میکنم میگم که اونی نگاه کنید این تو این صفحه هستیم اگه من بزنم تو سوالات متداول چون در حالت انتخابه سوالات متداول این رنگی میشه یعنی صفحه فعال رو میاد کم رنگیش میکنه من میام چیکار میکنم رو این منو رو کلیک میکنم میام قسمت استایل خب نگاه کنید تو قسمت استایل وقتی موس میره روی متن روی اون منو یعنی هاور میشه میشه این رنگی ولی تو حالت اولیش نرمالش این رنگی نکنید اینجا نمیشه تایپوگرافی قسمت استایلش هستیم رو این عکس مداد کلیک میکنید میاد استایل این نرمالش این رنگی تکست کالرش. رو هاورش چی باشه وقتی هاور میشه یعنی موس میره روش این رنگی وقتی هاور شد تکست کالرش من میخوام تقریبا به رو بیس قرمز چون سایتمون این رنگیه میبینید درست حالا وقتی اکتیو شد یعنی کلیک کرد و وارد شد چه رنگی بشه من کلیک میکنم دوباره میگم همون قرمز رنگ بشه و الان به روزرسانی می برمیگردم اینجا اینجا ریفرش میکنه سایت رو سوالات متداول اینجا آو حالا من میخوام این خط زیرش هم دوباره همین اتفاق بیفته برمیگردم روی این مت... روی این تکست کالری کلیک میکنم این کدشو برمیدارم یعنی کلیک راست کپی کنترل سی کپی که کردم پوینتر کالرش هم دوباره به همین صورت پیست میکنم پوینتر کالر هاور هم دوباره همین کار رو میکنم نورمال هم که دیگه میخوام همین باشه به روز رسانی میزنم میام قسمت سوالات متداول اینجا ریفرش میکنم میبینید که خط زیر اونم به این صورت شد در این کلیک میکنم صفحه اصلی سوالات متداول قسمت تماس با ما قسمت درباره ما حالا صفحه اصلی دیگه گفته بودیم این تیتر برداشته بشه علل حساب چون اون شکلی که میخوایم باید باشه اینم تا اینجا و چیز خاصی دیگه نداریم و این آبی هم خیلی رو مخه مم. یه رنگ دیگه اش میکنم اینم یه تغییر بدیم میام اینجا رنگ کلیک میکنم میگم که قسمت هاورش رنگ بکگراندش تقریبا نوک مدادی بشه فکر کنم قشنگ تر بشه به نظرم بهتر. از آبی بهتر. خب، ما تو این قسمت هدر رو تکمیل کردیم. حالا هر جوری که خودتون میدونید، یه دونه هدر بسازید، تکمیل کنید، دو سه هدر بسازید که تو دستتون بیاد، بعد بیاین ویدیو بعد که بریم سراغ فوتر. یکم هم با اینا خراب بازی انجام بدین و کم کم تو دستتون میاد و یه اتفاقی خوبی توش در میاد و کار با این Elementor هم یاد میگیرید. بریم بریم سراغ مرحله بعد حتما حتما هدر بسازید بعد